شما نمود عینی نقش آبخیزداری و عملیات آبخیزداری در حفظ منابع آب خاک کشور را الان داری میبینید. متاسفانه خب ما یه رویکردی سال 1389 شاید تو کشور مطرح کردیم و قبل از اون بحث مدیریت جامعه حوزه آبخیز کشور به عنوان یک برنامه کلان کشور زیر ساخت همه برنامه عمرانی و توسعه‌ای، متاسفانه کم لطفی شد به این موضوع و امروز شما دقیقاً می‌بینید که بارش‌های رگباری که بسیار شرایط تغییر اقلیمه و شما اصلا قابل پیش بینی نیست، شدت‌های خیلی زیاد در مدت‌های کم داره اتفاق می‌افته و شما همین الان سیلابی که می‌بینید کاملا متفاوت با سیلاب‌های قبل، سیلاب کاملا غلیظ، سیلاب با جریان‌های واریزه‌ای که قدرت تخریبش بسیار بسیار بالای متاسفانه و هدر رفت منابع آب خاک مون تو کشور فوق‌العاده داره انجام میشه. نقش اساسی در جهت کنترل و تنها راهی که میتواند تو این شرایط کشور رو نجات بدهد واقعا صرفا پروژه‌های آبخیزداری و در قالب مدیریت جامعه حوزه آبخیز میتونه اتفاق بیفته. حتما باید همین الان شما عذرخواهی میکنم تو سیستان، بلوچستان، کرمان، فارس، یزد، جایی الان داره بارون اتفاق میفته، میگیم کمبود آب داریم، شرایط بسیار نامناسبی، ولی همین الان حجم بسیار وسیعی باران با کیفیت مناسب، بارانی که می‌بینیمش کیفیتش هم مناسبه و از جلو چشمو داره عبور میکنه و قابل کنترل نیست، برامون کنترل نمی‌کنه. بعد از اون بعد دنبال آب‌هایی هستیم که بعضی اوقات شاید منابع آبی که واقعاً نه کیفیتشو می‌دونیم تو کشور چه جوریه، نه هزینه‌های بسیار بالایی برای استحصارشون باید بدیم. این می‌طلبه که هم از لحاظ واقعاً آنانی که دلسوز کشور هستیم، که انشالله هممون هستیم واقعاً دلسوز نظام و کشورمون، که آبخیزداری رو و مدیر جامعه حوزه آبخیز رو به عنوان یک زیر ساخت اصلی برای همه پروژه‌های عمرانی و توسعه کشور قرار بدیم. بسته نرم افزاری احیای دریاچه عمومی شامل چه مواردیه؟ بسته نرم افزاری که انشالله امیدوارم که بعد از این بحث در واقع البته باید دیگه الان شروع شده در واقع بیشتر مبتنی بر استفاده حداکثری از منابع آب موجوده، یعنی تو این قسمت هم بحث مدیریتی مطرح میشه که اینجا وزارت جهاد کشاورزی تو بحث نقشه الگوی کشت برای منطقه گونه‌های کم آب بر و اینکه به سمت سوی بره که از گونه‌های استفاده کنه، گونه‌های کشاورزی که واقعا با حداقل آب بتونن حداکثر بازدهی رو داشته باشن. از اون طرف بحث استفاده از پساب‌ها و بازچرخانی‌ها هست که خوشبختانه این بحث با کاری که وزارت محترم نیرو انجام داده در یکی دو هفته آینده بحث در حقیقت اتصال تصفیه خانه شهر ارومیه و شهر تبریز هست که به پسابش انشالله وارد بازچرخانی انجام شده با کیفیت مناسب وارد دریاچه ارومیه بشه که انشالله حقابه دریاچه ارومیه تا حدودی تامین میشه. بفرمایید. در مورد همکاری سازمان محیط‌زیست با منابع طبیعی برای کنترل سیل که چه می‌فهمید؟ ببینید اصلا ما همکاری سازمان منابع طبیعی و محیط‌زیست همکاری کاملا 100%ه. ما تو هیچ تو این موضوع واقعا هر چند از لحاظ الان قوانین موجود فعلی کشور سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به این هست که تو بحث حوزه آبخیز مدیریت بکنه، کاهش سیل رو انجام بده تو این قسمت، ولی محیط‌زیست هم با تمام ظرفیت در اختیارشون هیچ مشکلی نداره. موفق باشید. خدا حافظ. خدا حافظ.